پذیدم. سپاسگزارم. نگاه کنید، تصویر ذهن قوم اسرائیل این بود: ما در بیابانی هستیم که مارهایی هست، به اونها میگن مارهای آتشین، و اگر اونها ما رو نیش بزنن 100% ما میمیریم. یعنی همه بود، صحبت بود، داشتن میگفتن به هم دیگه، و این تبدیل به یک شورش شد، تبدیل به یک قرقر و شکایت شد. فراموش کردن که بارها خدا اونها رو حفظ کرده. فراموش نکن بارها خدا دست تو رو گرفته. چرا برای مشکل جدیدت دوباره داری یک تصویر اشتباه توی ذهنت میسازی؟ به تصویر خوب خدا که رحمت او هست نگاه کن، و او تو رو هرگز تنها نمیذاره. و نه اینکه خدا مارها رو آفرید گفت برید مارها قوم اسرائیل رو نابود کنید، هرگز. این از تصویر اشتباه قوم اسرائیل بود، و مارها اونجا بودن، اما خدا اجازه نمیداد این مارها به قوم اسرائیل حمله کنن. زمانی که اونها شکایت کردن، خدا رفت کنار، گفت پس شما رحمت منو نمیبینید، من کنار هستم، ببینید چی میشه. و این اتفاق افتاد. بخونید ادامه شو. و گروه کثیر از اسرائیل مردند. بله، چون مارهای آتشینی بودن که میکشتن، البته با درد میمردن، با رنج. حق داشتن شکایت کنن، ناراحت باشن، میترسیدن از این مارها، اما رحمت خدا رو سپر زندگیشون نکرده بودن. بله. و قوم نزد موسی آمده گفتند گناه کرده ایم، زیرا که بر خداوند و بر تو شکایت آورده ایم. گناهشون در اصل ترسشون بود. بارها از من شنیدید، ما مسیحی‌ها امروز اگر بگیم زنا گناه، دروغ گناه هست، و ریا گناه، عزیزا ما دوباره تو مذهب گیر کردیم. ما فرزندان عدالت هستیم، اینها دیگه برای ما اصلا نباید وجود داشته، ما نباید نگاهی به اینا داشته باشیم. امروز گناه فرزند خدا ناامیدیه، ترس، نگرانیه، اعلام خستگی گناه اون هست. اگر روح خدا رو داریم که قوت روح القدس هست، چرا ترس، چرا نگرانی باید در ما باشه؟ ایوب همین گونه فکر میکرد. در کتاب ایوب 3:25-26 میخونیم که اعلام میکنه زیرا ترسی که از آن میترسیدم. تصویر اشتباه ترس که در برابر ایوب بود، فکر میکرد یه روزی باید توی مشکلات و سختیهاش قرار بگیره، چون بچهاش ایماندار نبودن، با خدا رابطه ای نداشتن، همیشه تو گناه بودن، و میگه پس من مجازات میشم. این اشتباس، خودت رو مجازات نکن تو ذهنت. اگر بچت، همسرت، برادرت توی یه مشکل میفته، بلا فاصله داوری نکن خب این به خاطر اون گناهشه، براش دعا کن. اینا همون تدبیرهای اشتباس. زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد، و از آن چه بیم داشتم بر من رسید، و مطمئن و آرام نبودم، یعنی ایمان نداشتم، نگاه من به رحمت خدا نبود، و راحت نداشتم، و پریشانی بر من آمد. و میبینیم قوم اسرائیل به خاطر نگاه اشتباهش امنیت خدا را ندید، به خاطر نگاه اشتباهش آرامشی که خدا به اونها داده بود ندید.